ارفان قانعی فرد گفته امید است که سال 2582 گاه شمار ایرانی سال آزادی ایران باشد زیرا که این گاه شمار نمایانگر این واقعیت تاریخ حیات ملت ایران است گرچه در 57 مصیبت بزرگ بر ملت ایران رفت و 44 سال است این کابوس سنگین ادامه دارد و جامعه ای رو به غر پرتگاه تاریخ پرتاب کرده اما هنوز اندک شرری از ایران دوستی و تمدن ما هست هنوز رژیم بیدادگر و واپسگرا زیر نقاب استبداد مذهب ملت ایران رو به روز سیاهش نشانیده و مرارت و محرومیت و مصائب فراوان به ملت ایران وارد کرده حکومتی که هویت و غرور و اصالت و فرهنگ و نام ایران و ایرانی رو بیاعتبار کرده و دولت و حکومتی در ایران فرمان روایی میکنه که در شن تاریخ و فرهنگ ملت ایران نیست و سزاوار نیست که ملت دارای فرهنگ و تمدن کهن ایران به این ساعت نازل سقوط کنه و به دست مشتی جانی و بیوطن در حال مرگ تدریجی باشه خاطره تلخ یورش و تهاجم اسکندر و حمله عرب و حجوم مغول و تاتار و ازبک و خزر و افغانها و روزها و سرانجام هم یورش و غارت و درنده و ویرانگری اندیشه خمینیسم در 57 توسط ملای وحشی در سینه تاریخ ایران باقی است. در ظاهر در 57 هیچ نیروی خارجی به ایران حمله نکرد ارتشی بیگانی در این حماقت شرکت نکرد و تجاوزی نشد اما یورش ملا برای توسعه فقر و نابودی ایران با شرکای رهگشای اهریمن و آلت دست اجرای مقاصد اجنبی در 57 از همه آنها خطرناکتر بود هدف عمده حمله ایران بود صحنه خرابکاری حمله در کل ایران بود حمله از درون بود نه بیرون برای تسلط مطلق بر ایران و نابودی پادشاهی و آیین شهریاری و تهدید حیات ملت ایران حالا پس از 44 سال با این کیفیت هزار فرقه و مجمع و جزایر تفکر ایرانی هیچ شانسی برای وحدت ملی و اتحاد وجود ندارد به جایی نمی رسیم در وحدت ملی و اتحاد است که کار درست می شود با افراد خودخواه تمامیت خواه کاسبکار، کاسب کار عروسک دست اجنبی کوتوله سیاسی و غیر اتحاد ایجاد نمی شود و آسان هم نیست باید همه نیروهای مؤثر میهمپرست و ایران دوست را ردیف کرد تا کاری کرد سپس مردم جامعه به تدریج آموزش ببینند تا به تدریج با اصول دموکراسی آموخته بشند فردی قوی رهبری کند یا جمعی وطن پرست و ایران خواه رهبری مردم را در دوران فروپاشی و انتقالی رهبری کند تا مرحله صندوق رأی و تصمیم گیری مردم و اون فرد قوی هم کسی نیست جز شهریار ایران که مسئولیت تاریخی دارد البته راه پرپیچ و خم با هزار مانع ریز و درش در این راه سنگلاخ رسیدن به دموکراسی در ایران باقی است اما عشق به حقیقت ایمان به آزادی لاجرم رهایی ملت از استبداد را در بر دارد و نیروهای ویرانگر و خیالباف و قبیلهگرا و بیوطن را پس میزند با جنایتکاران سالوس اسلامی ها و عاملان هفت رنگ پنجاه و هفتی ها و این نیت های زشت خیانت هالود تجزیه طلبان نمی شود به حقیقت و درستی و وطن پرستی رسید. سه نیرو دارای تجربه هوشیگری و نهضت تقلبی و سابقه جنایتکاران و طوفان تبلیغات دارند ملا پنجاه و هفته ها چپ اسلامی یا اصلاح طلبان شرکت کنندگان در بلوای 57 ایران با شعارهای رنگارنگ رنگ, رنگ نایافته دو گوش را هم گم کردند اما شکر ایزد که 57 ها که در ایران رو به ازمهلالند و آینده ای ندارند نه باز تولید می شوند و نه بازاری میان جوانان دارند چون ایران نسل جوان باهوش و علاقمند به ایران دارد و چه بسیارن قهرمانان نسل جوان که چهین جان جانافرینی فریاد برآورند جانم فدای ایران و شعار رضا شاه شاهد را در مقابل استبداد و توحش ملا به زبان آوردند و هزار بار این شعار را باز گفتند حتی اگر ده ها رسانه سانسورشان کند وانگهی چپ در جهان شکست خورد و کعبه آمال حضرات چپ مارکسیستی 57 و هفتی فرو ریخت و نیروی جوان هم ندارند چپ اسلامی یا اصلاح طلبان هم که جز فریب چیزی برای نسل جوان نداشت و ندارد و باید خاطر نشان کرد که میهم پرست های عاشق و شیدای ایرانگرایی را خفه کردند ره به جایی نمیبرد چون سایبری های که اکانت هایشان را میبندند تا گفتمان به نفع ملا و چپی و جنایتکار تغییر کند و چون دبیر خبرهای ملی مذهبی یا پجاکی یا اصلاح طلب که لیست سیاه از مهمانان دارد هر دو یکی است نمایش ابتزال حقارت و انجماد فکری حمله های تر شده و برنامه شده که این بار هویت ملی ایران را نشانه گرفتند یکی در پی اصلاح طلبان حکومتی است یا در پی لابی های ننگین ملاها در خارج یکی در پی حفظ رژیم ملایان یا در پی تولید جمهوری اسلامی دوم و یکم در پی تجزیه طلبی و آشوب و خودنمایی با کلیدواژه فدرالیسم و یان اختابوس پیر که دستبوس اجنبی است و خروس بیمحلی هر مجلسی شدند و زیر لب مرگ بر ایران سر میدهند و با پرچم ایران و نام ایران و تمامیت ارزی مشکل ذهنی عقیدتی دارند رهایی از اسلام مله ها و خرافات و موهومات و تعصب راحت نیست اما فاصله گرفتن مردم نیازمند کار فرهنگی ادامهدار است تا تاثیر اختاپوس مذهبی تعطیل شود و به صدها احمد کسروی نیازمندیم و مؤسسه ها و نهادهای دموکراتیک در قلب جامعه که جامعه مدنی را در مقابل شرع ساختگی تقویت و خرافه زدایی کند و امید است که مانند آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین که فعالیت و لباس و تبلیغات نازی ها ممنوع شد حوزه های تولید ملا و مراکز اشاعه خرافات و مهمات تعطیل شوند و آنها هم سراغ شغل شریف مانند بقیه مردم ایران بروند و مالیات بدهند خروج از اسلامگرایی و زیر یوغ اختابوس مذهبی تأکید روی هویت ملی و ایران خواهی راه چاره ماست برای رژیم فعلی با هزار لطای فلحیل حفظ نظام شوم شعن واجب است نه ایران اما ملت ایران بداند اگر خلافت اسلامی ولایت فقیه بماند رژیم ملایان در ایران موجب نابودی و از هم پاشیده شدن مملکت خواهد شد ایران تجزیه می شود یا حمله نظامی یا اختلافات داخلی و اسیان و جنگ داخلی باز هم نتیجه از تجزیه است تجزی و تجزیه طلبان عامل بقای استبداد مسلط زمانه زیرا جامعه را می و می لرزاند. برای حفظ ایران باید اول کیان ملی و هویت ایران را حفظ کرد و بعد با حضور میلیونی به عشق ایران دستگاه سرکوب را فلج کرد قشر خاکستری ترسشان از سرکوب است و وقتی ببینند اراده تغییر قوی است و مسیر راه روشن است به خیابان میآیند و لکه ننگ فرمانفرمایی ملا و استبداد نهلین را پاک می کنند. مردم ایران باید بجنبند نسل قبلی در این جریان شش ماهی اخیر به دنبال جوانان نیامدند منتظر چی بودند و هستند آفیت طلبی، حفظ خرافات و مهمات، حفظ میلیونی و ادامه راه و هدف مشخص همه مردم را به سمت مشارکت خواهد کشانید تا همه نسل ها بیایند از نظر وجدانی و اخلاقی همه مسئولیم اگر ملت ایران به دنبال پیشرفت و ترقی است ما دنبال جنگ با جهان نیستیم و با آمریکا و اسرائیل هم دوستی و رفاقت داریم و بر اساس مصالح و منافع ملی کشور مسئله اصلی مصالح و منافع ملی است در دنیا با کشوری ما دشمنی نداریم مردم تئوری جدید و افکار رو بیاموزند که چه هستن و چه باید کرد نه اینکه به دنبال بازپس گرفتن قفقاز باشیم تجاوز و قصد برای افزایش سرزمینی نداریم بلکه باید در محدود و مرز که طی قرون تاریخ به ما رسیده حفظ کنیم و یک موزایک هم به اجنبی نمیدهیم نباید به ملت هم وعده اخلاقی و موضع فلسفی داد باید وعده اقتصادی مترقی هم داد ایران امکانات دارد منابع طبیعی پتانسیل کافی نیروی متخصص و نسل جوان باهوش و ایران دوست و این شانز بزرگ ملت ایران در تاریخ معاصر جهان است شاید هم شاهزاده ما روی امکان کودتای نظامی ها حساب باز کرده اما شخصا باوری به نظامی های رزقای خلافت اسلامی نداشته و ندارم باید سریع اتحاد صورت بگیرد خبرهای رسیده نشان میدهد که اوضاع بحرانی در فرودگاه اتفاق افتاده هواپیماهای پر از شمش و طلا در حال خروج از کشور است فرار مسئولان جمهوری اسلامی با هواپیماها و سندهای افشا شده که بلافاصله تایید می شود. نشان میدهد که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار دارد و مردم باید دست در دست هم متحد شوند